یه قول بهت میدم، اگه اینجا به فینال نرسیدی و سوپر استار این دوره ما نشدی، راجب مجریگری میتونیم با هم یه صحبتی داشته باشیم. مجریگری؟ آخه من یه سوال از شما دارم، شما چجوری به این نتیجه رسیدین؟ حالا بعدم بهت میگم. به همین خاطر. مرسی. من یه آهنگ از آهنگ قسمت از خواننده محبوب، من دو تا خواننده محبوب دارم، اینو به جون عزیزترین کس هم همسرم راست دارم میگم، دارم جدی جدی، یکیش امید عزیزه که من واقعا خاطره ها دارم باش، البته چون صدام یه شکلیه که نمیتونم آهنگاشو بخونم. نمیشه واقعا چون حجم داره نیست. حالا فهمیدی چرا میخوام مجری بشی؟ بخواد پر رو هم نه کار درسته. نه بعد آهنگ بعد الان که اجام خون بکنم آهنگ سعید پور، سعید آهنگ قسمتش هست که من از بچگی واقعا باش خاطره دارم، امیدوارم بتونم اجرا کنم با تمام حسام. به افتخارشون لطفا. 100%. گفتی از یاد تو میرم، نه عزیزم اگه میشه به جا چشمام، قلبم اما پیش توست تا همیشه. فاصله بین من و تو تا کجا دنبال داره؟ قسمت این بود که جدا بمونیم از هم تو همیشه. روز موت مطمئن باش که زیادم دور نیست، من کنار تو و تو مال منی تو همیشه. روز موت مطمئن باش که زیادم دور نیست، من کنار تو و تو مال منی تو همیشه. نمیخوامم که بدونم، با تو من خونه ای ساختم توی قلبم تا همیشه. مگه تو نخواستی قول من و تو بمونه پا بر جا؟ من که موندم ولی از تو خبری پیدا نمیشه. یه روزی یه وقت یه جایی چشم من میافته تو چشمای تو، اما این همون خیاله که با من هست تا همیشه. نمیخوام که ناامیدی بشینه تو قلب خستم. دیدی خدا رو شاید بشی مال من همیشه. روز موت مطمئن باش که زیادم دور نیست، من کنار تو و تو مال منی تو همیشه. روز موت مطمئن باش
که زیادم دور نیست، من کنار تو و تو مال من تو همیشه. چقدر با احساس آقای مقدم. بسیار، من واقعا صدای مجید خیلی به قول امید جان یه حس خوبی به آدم میده، ولی من خیلی صداشو دوست دارم، ولی چند خارج بازم ازش شنیدم، نمیدونم داستانش چی بود، احساساتی میشه. من تو میدونم اینقدر یه حالت استرسی هست، بچه ها من اینجا میخونن. خب مشکل میدونی چیه من جان؟ جونم همون که آقا امید گفتن چون گوشت خیلی دیگاریه به خاطر اینه. حالا نه درد برده باری کرد. ببین به خدا نمیخوام چیز کنم، آخه میدونی من اینقدر همه بچه ها رو دوست دارم، یه موقع یه فکرهای غلط ممکنه خدای نکرده، تا بچه های شمال اینطوری نیستن اصولا، ولی من فکر میکنم که صدات اینقدر قشنگ میخوندی پاک میکردی همه چی رو، ولی خدایش باید بگم خب چند تا خارج شنیدم. حالا امید جان آقای وارتان هم بگم. من میتونم بگم که با احساس خارج خوندی. باشه به افتخار شد لطفا. من اجرای مجید رو خیلی دوست داشتم، همجوری که آقای مقدم گفت خیلی با احساس خوند. من فقط شاید یه قسمت یا دو قسمت کوچیک بیشتر خارج نشیندم، اونم اول شروع اوج بود که اونم فوری جمع و جورش کرد. مثلا مردوغا همیشه ستا داره، شما یه دونی دارید. خیلی خواهش میکنم و نخواهش میکنم. و به نظر من غیر از یکی دو تا مورد کوچیک چیز آنچنانی نبود، واقعا دست درد نکنم. افتخار شما حسین عزیز، باز شما تنها اینجا موندین و من در کنار شما. آخرین ترانه، آخرین اجرا، چه ترانه ای؟ ترانه کویر خانم گوگوش. ترانه ای سخت ولی بسیار زیبا، به افتخارشون لطفا. مرسی. من کبیرم ای خدا، با حسرت یه قطره آب، یه عمر که دریا رو از دور میبینم تو سراب، بهار برام یه اسم، یه اسم کنه تو کتاب، حرف من با آسمون چرا میمونه بی جواب. اگه بارون بباره، اگه بارون بباره، آروم آروم و نم نم رو لب خشک و تشنم، گیسوی سبز جنگل تنمو میپوشونه، پرنده رو درختام میساز آشیونه. کبیرم کبیرم، بگو ابر بباره، میخوام جون بگیرم. اگه بارون بباره،
شدشتم گیسوی سبز جنگل تنمو میپوشونه پرنده رو درختم میساز آشیون خدایا 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 کبیرم کبیرم خدایا مرسی. یکی از زیباترین کلمات دنیا خدایاست. خیلی زیباست و بعد وقتی آدم به این زیبایی بگه خدایا، بعد ببینین دیگه چه خواهد شد. آقای مقدم خیلی تبریک میگم. حسین جان بسیار عالی، اجرای خوب، خیلی خوب، مخصوصا اون قسمتی که میومدی فرود پایین که بارون، البته با بارون معلومه خیلی میونه خوبی داری دیگه بچه شما، خیلی حس خوبی میگرفتم. خیلی بارون دوم هر تکرار که میگفتید، دفعه دوم بارون تحریر خوبی میدید، خیلی به میچسبید، اجرای خوبی بود، خیلی به تبریک میگم. خسته نباشی. مرسی. من فکر میکنم خدا صداتو شنید. به تبریک. والا مسلماً احساسات قشنگ آقای وارتان و محمد مقدم به کاری میکنه که من اصلا جرئت نمیکنم حرفی بزنم. فقط هنوز میگم که حسین خواننده بسیار خوبیه، ولی خیلی تو ابی فرو میره و مخصوصا دیگه امروز هم حتی دستات هم شبیه اون میکردی و دقیقا دیگه خود خودش بودی. اگه امیدوارم یه روز بتونی از قالب ابی بیای بیرون، مطمئن باشه خواننده خوب که هستی، ولی میتونی خودت به اسم حسین آقا یا هر اسمی که برای خودت انتخاب کنی خواننده خیلی خوبی در ایران بشی. به تبریک میگم، قشنگ. مرسی. دوستان عزیز، یک مهمان عزیز در بین ماست، خانم سحر عزیز، به افتخارشون لطفاً. خیلی خوش آمدین به استانبول در برنامه نکست بزنس استار. فینالش خانم سحر، همینطور که میدونین اولین برنده ما در برنامه دنس بود 3 سال پیش، دوره اول، 1 سالم در هیئت جوری ما بود. برنامه رو چطوری میبینی؟ عالی. من تبریک میگم به این برنامه زیبایی که شما گذاشتین اجرا کردین، تبریک میگم به تمام ایرانی ها که انقدر هنرمندن و باید عرض ادب کنم خدمت هیئت جوری محترم و سلامی عرض کنم خدمت تمام تماشاچی های تیوی پرشیا که انقدر با سلیقن و این شبکه رو انتخاب میکنن و نگاه میکنن. دلمون براتون تنگ شده بود. سحر عزیز در استانبول تدریس میکنن، تدریس رقص ایرانی، بهشون تبریک میگم و آرزوی بهتری. ممنونم. مرسی. خب بینندگان عزیز، هیئت جوری ما هفته آینده اعلام خواهند کرد که از این 8 نفر 4 نفر فینالیست ما خواهند بود. شما هستید که نکست پرزین استار دوره 5 ما رو انتخاب خواهید کرد. هفته آینده برنامه ویژه‌ای براتون در نظر گرفتیم. یکی از فینالیست های سال پیش باز با ترانه زیبا از آقای محمد مقدم هنرنمایی خواهند کرد و بعد بالاخره دوره 5 این برنامه به پایان میرسه. پس تا هفته آینده در هر جایی که هستید شاد و شادکام باشید. فراموش نکنید شنبه 21:30. خدا یار و نگهدارتون. مرسی.